ناحیه سور بازگشت و از راه زیدون به سوی دریاچه جلیل رفته از میان قلم رای دیکا پولیز عبور می کرد در آنجا مردی را نزد او آوردند که همکر بود و هم لاغنت زبان داشت به ایسا التماس کردند دست خیش را بر او بنهد ایسا آن مرد را از میان جماعت بیرون آورده به کناری برد. انگشتان خود را در گوشهای او گذاشت سپس آب دهان انداخت و زبان آن مرد را لمس کرد آنگاه به سوی آسمان نظر کرده آه عمیقی کشید و گفت افتا یعنی باز شد در دم گوشهای آن مرد باز شد و گرفتگی زبانش برطرف گردید و توانست به راحتی سخن گوید اما عیسی آنها را قدقن کرد که این موضوع را کسی نگویند ولی هرچه بیشتر قدقانشان میکرد بیشتر از این واقعی ای سخن میگفتند مردم با حیرت بسیار می هرچه او کردی نیکوست حتی کران را شنوا و گانگان را گویا میکند و از امال رسولان باب نهم و با اما سولاس که همچنان به دمیدن تقدید و قتل با شاگردان خوراوند ادامه میداد نزد گاهن اعظم رفت و از او نامه های خطاب به کنیسه های دمشق خواست تا چنانچه کسی را از عقد طریقت بیابد از زن و مرد در بند نهاده به اورشلیم بیاورد طی سفر چون به دمشق نزدیک میشد ناگاه نوری از آزمان از برگردش درخشید و او بر زمین افتاده صدایی شنید که خطا به وی میگفت گفت شاول شاول چرا ما رو آزار می رسانی و پساخ داد خداوندا تو کیستی؟ پساخ آماد من آن ایسا هستم که تو به دو آزار میرسانی حال برخیز و به شهر برو در آنجا به تو گفته خواهد شد که چه باید بکنی؟ با هم سفران سولاس خاموش ایستاده بودند آنها صدا را میشنیدند ولی کسی را نمیدیدند سولاس از زمین برخواست اما چون چشمانش را گشود نتوانست چیزی ببیند پس دستش را گرفتند و به دمشق بردند او سه روز نابینا بود و چیزی نمیخورد و نمی آشامید در دمشق شاگردی هنانیا نام میزیست خداوند در رویا بر او ظاهر شد و گفت ای هنانیا پسخ داد بله خداوندا خداوند به او گفت برخیز و به کوچه ای که راست نام دارد برو و در خانه یهودا سراخ سلوس ترسوسی را بگیر او به دعا مشغول است و در رویا مردی را دیده هنانیا نام که می آید و بر او دست می گذارد تا بینا شود هنانیا پاسخ داد خداوندا از بسیاری درباره این مرد که با مقدسین تو در اورشلیم آزارها روا داشته است و در اینجا نیز از جانب سران کائنان اختیار دارد تا هر که را که نام تو را میخواند در بند نهد ولی خداوند و هنانیا گفت برو زیرا که این مرد ظرف برگزیده من است تا نام ما را نزد غیر یهودیان و پادشاهان و قوم اسرائیل ببرد من به او نشان خواهم داد که به خاطر نام من چه مشق ها باید بر خود هموار کند پس هنانیا رفت و به آن خانه در آمد و دستای خود را بر او گذاشته گفت ای برادر شاول شا خداوند همان ایسا که چون به اینجا می آمدی در را بر تو ظاهر شد را فرستاده است تا بینایی خود را باز یابی و از روح خداست پار شوی همان دم چیزی مانند فلز از چشمان سولاس افتاد و او بینایی خود را باز یافت و برخواسته تمید گرفت سپس غذا خورد و قوت غیش باز یافت سولاس روزهایی چند با شاگردان در دمشق به سر بارد او بید رنگ در کنیسه ها به اعلام این پیام آغاز کرد که عیسی پسر خداست آمین یکی از سرگرمی های مورد علاقه حزب های مختلف سیاسی این است که بگردند و ببینند که آیا کسی از حزب دیگر در جوانی و در مستی حرفی و یا سخنی گفته که حالا بتوان از آن استفاده کرده و آنها را وادار به سازش و مصالحه کرد یا نه و چه خرخوشال می شوند اگر واقعا جمله از یک فرد پیدا کنند که چند تا پیش گفته باشد ولی اینکه خود شخص دیگر حرفش را به خاطر نداشته باشد چرا که یک چیز روشن است انسان نمی در زندگی تغییر کند او هموار یک سان می ماند اگر او حرفی را چهل سال پیش زده پس حتما امروز هم بر همان باور است و دیگر جای بحثی نمی ماند البته که این فقط به سیاست مقدود نمی شود ما در زندگی شخصی خود هم با این موضوع آشناییم ما اگر یک بار ببینیم که کسی چیزی گفته و یا کاری انجام داده که ما خوش ما این قضیه برای همیشه در ذهنمان ما می ماند مهم نیست که این شخص بدن چه کار کند او همیشه همان کسی باقی می ماند که آن کار بعد غیر قابل بخشش را انجام داده است و از آنجا که مردم تغییر نمی کنند پس آنچه که زمانی گفته و یا انجام داده اند را هم نمی توان از آنها جدا کرد البته این تفکر در رابطه با اعتقادات هم وجود دارد من زمانی را یادم می آید که در کلیسای قبلی کارم را با پناهجویان ایرانی و افغانستانی ها شروع کردم و با شک و تردید های آشکاری مواجه شدم به یاد دارم که یکی از اعضای کلیسا با سرحت گفت من اصلا باور ندارم که شخصی که مسلمان بوده به تواند روزی واقعا یک مسیحی بشود همه اینها کلابادار هستند کسی که مسلمان است همیشه مسلمان میماند و دقیقا همین تفکر را به مراتب در دا دادگاه و اداره های آلمان هم میبینیم چندی پیش شاهد حرفهای یک شخص در دا دادگاه بودم که توضیح میداد چگونه تجربه حضور در کلیسا برای اولین بار او را تحت تاثیر قرار داده به طوری که اشک در چشمانش جمع شده و اشک شخ ریخته اما دادستان دادگاه فدرال فقط با تمسخر به این صحبت ها گوش کردی و گفت تغییر دین با سرعت نور چه چیز مزخرفی هیچ کس نمی تواند این را جدی بگیرد و در آخر هم همانطور که اغلب میبینیم قاضی با دادستان موافقت کرد نه اصلا ممکن نیست کسی که زمانی مسلمان بوده یک مسیحی واقعی شود شما نمی توانید به این راحتی از دست گذشته خود رها بشوید با این حال نمی توان تاثیر گذشته را به طور کامل نادیده گرفت ما اغلب نمی که گذشته چه تاثیری بر شکل گیری شخصیت ما داشته و چه تاثیری بر رفتار امروزی ما دارد مثلا وقتی من اما دیگه های مراسم ازدواج را انجام می دهم، ده همیشه یکی از موضوعات این است که در مورد خانواده های زوجین صحبت می کنیم. این که شما آنچه در خانواده خود تجربه کرده اید، با خود به زندگی جدیدتان تان می برید. و این اغلب کاملا ناخداغا اتفاق می افته. اما چگونگی رفتار شما را از بسیاری از جهات تعیین می کند و از بسیاری از جهات هم اینکه ما از گذشته خود شکل گرفته ایم چیز خوبی است مثلا من بارها در اشرابانی در خانه ها دیده هم که کسانی که خیلی چیزها حتی نام فزندانشان را فراموش کرده اند همچنان های پرستشی را در ها از حفظ میخوانند. چرا که از کودکی در ذهنشان نقش بر بسته و با باقی میماند در انجیل خانی امروز در دوازدهمین یک شنبه پس از عید تسلیس روایتی از طریق دین شخصی برای ما تعریف می شود که در واقع به قدری رادیکال است که پولاس رسول که شاهد این ماجرا بوده اگر دیدگاهی مثل مقامات و دادگاههای کشورمان داشت به سختی شانس این را داشت که به عنوان یک مسیح و حقیقی شناخته شود شاول که نام یهودی است از این جهت رادیکال بود که به عنوان نماینده والا مقام دادگاه یهود مسیان را مورد آزار و اذیت قرار میداد و شاول فردی مطمئن و ماسر بود او میدانست که ایسای ناصری ای به حق با عنوان یک شخص کافرگو برای روی صلیب کاشته شده کافرگویی او از این جهت بود که کفته بود او پسر خداست خدا پسری ندارد و هر به خدا کفر بگوید باید طبق قوانین عقد عتیق کاشته شود اما حالا مسیان با جدیت تمام اعلام میکردند که خدا این عیسی مسیح را پس از کاشته شدن از مادگان برخیزانده و زنده کرده است نه این ممکن نبود چرا که اگر خدا عیسی را برخیزانده بود پس با عیسی موافق بود و به این صورت مخالف شریعت خداست. خدا خودش این نمی توانست درست باشد پس مسیحان می باید ساکت می شدند. اما پس از آن مسیح از مارگان قیام کننده در مقابله دروازه شهر دمشق با شاول ملاقات می کند و شعول در کسری از ثانی متوجه می شود ایسا زنده است خدا با او موافق است پس این ایسا پایان شریعت است من بعد همه چیز درباره ای ایمان به عیسی است و این تنها را رسیدن به خدا است اول از همه این بینش برای شاول دردناک است او نابینا می شود و باید به طور علنی تجربه کند که دیگر عاملی نیست که بتواند با کارهای خوبش خدا را تحت تاثیر قرار بدهد او اکنون کاملا وابسته به کمک دیگران است اما حالا لقا در اعمال رسولان درباره تقریق عقیده دیگری صحبت می کند که آن هم کاملا رادیکال است در دمشق شخصی هنانیا نام زندگی می کرد و این هنانیا کاملا از شاو شا می ترسید چرا که می دانست شاو می دستگیرش کند و او را به اوشالیم بارده شلاخ بزند اما حالا ایسا بر هنانی ظاهر شده و به او میگوید که به نزد این شاول رفته و دستهای خود را بر او گذارد تا او دوباره ببیند اما هنونیا اعتراض می کند او اشاره به تمام کارهایی می کند که شاول قبلا انجام داده کسی که یک بار مسیان را مورد اذیت و عذاب قرار بدهد باز هم این کار را تکرار می کند اما عیسی نه تنها شاول را تقیه می دهد بلکه هنونیا را هم متقاعد می سازد و وادارش می کند که واقعا نزد شاول برود و او را برادر عزیز خطاب کند و با دست گذاشتان بر او او را شفا دهد و او را از روی خداس پر کند بله ایسا هنانی را به نوی تقریه می دهد که دیگر به گذشته شاول امیت ندهد و به چشم مردی او را ببیند که از طریق ایسا زندگی جدیدی به او داده شده براداران و خاران مایی که امروز در کلیسا نشسته ایم هر کدام به روشی متفاوت به ایسا مسیح ایمان آورده ایم برخی از ما شانس این را داشته اند که از کودکی به ایمان مسیحی رسیده و با ایمان مسیحی رشد کنند برخی در جوانی را راهشان را به مسیح پیدا کرده اند ولی قلب اکثر از آی کلیسای ما در بزرگ سالی توسط مسیح لمس شده و به سوی ایمان مسیحی ساق داده شده اند برخی به سرعت و برخی در مسیری که ممکن است سالها طول بکشد بله تغییری که شاول تجربه کرد را همه ما به نوی در گذشته خود تجربه کرده ایم البته هر کس به شکلی متفاوت اما ما تخیری که هنانی تجربه کرد را هنوز در پیش روی خود داریم و این تنها به یک بار خلاصه نمی شود بلکه باید از زندگی بارها آن را انجام دهیم اینکه به عنوان مسیحی به گذشته افراد و آنچه در گذشته انجام داده و گفته اند فکر نکنیم و ببینیم که امروز و اکنون از طریق ایسا چه تغییری کردهاند و اکنون از نگاه خداوند چه جاگایی دارند بله تغییری که هنانی تجربه کرد را ما همیشه نیاز داریم اینکه به افرادی که مثل هنانی ها هاست از قلم انداخته ایم دوباره نزدیک شده با و آنها را به عنوان برادر و خواهر ببینیم بله ممکن است به نظر غیر ممکن برسد اما با عیسی مسیح همه چیز ممکن است او چطور این امکان را فراهم می کند به این فکر کنیم که خدا با خود ما چطور رفتار می کند تنها تصور کنید که چش می اگر قرار بود خدا ما را از گذشته ما جدا نمی کرد. اما تا که ما خودمان اغلب با دیگران این رفتار را میکنیم اما خدا هر با گذشته ما را با شنیدن این کلمات که گناهان تو با تو بخشیده شد پاک میکند این به دین معنی است که هر کاری که انجام شده به طور کامل و کلی پاک شده و خدا دیگر به آن فکر نمی کند از چشم خدا دیگر هیچ چیزی وجود ندارد که ما با آن خودمان را در زندگی عذاب داده و یا با آن محکوم کنیم خدا با انجام این کار که همیشه شروعی تازه و نو به ما می دهد قصد دارد این پیام را به قلب ما برساند که ما هم باید شروع کرده و مادام را به خاطر کاری که در گذشته کرده اند قضاوت نکنیم بله خدا عطا کند که ما این تغییر تفکری کانونی ها تجربه کرد را هموار تجربه کنیم و تحت تاثیر این تغییر بمانیم به خصوص در رفتار و من با دیگران در کلیسای خودمان آمین